برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، دوباره بحث بازداشت دو تابعیتی ها در ایران مطرح شده و این بار شهروندانی با تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی. این موج تازه بازداشت ها با چه اتهاماتی و با چه اهدافی صورت گرفته؟ هنوز جزئیات بازداشت شهروندان ایرانی آلمانی به طور کامل مشخص نشده و دولت آلمان در پاسخ امید نوریپور، سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزها، تایید کرده بود که 4 شهروند ایرانی آلمانی در ایران زندانی هستند، اما تاکنون هویت 1 نفر از اونها معلوم شده. به هر حال در این گونه مواقع ممکنه که یا خانواده ها امیدوار باشند که این زندانیان آزاد میشن و موضوع را رسانه‌ای نکنن، یا به هر حال دولت ها به دنبال رایزنی های پشت پرده باشن. اما اون چیزی که به هر حال شاید برای خود آلمان هم تا حدودی عجیب بوده این بوده که قبلا در مورد شهروندان آمریکا یا بریتانیا و فرانسه این بازداشت دو تابعیتی ها مطرح بوده و مواردی هم که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی انتظار داشتن مشخص بوده، یعنی یا مربوط به نوعی یک گروگانگیری برای پرداخت بدهی به اونها، بدهی اون کشورها به ایران بوده، یا تعویض با افرادی که به هر حال در آمریکا یا اروپا یا استرالیا به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران زندانی بودن و حال یا در اون کشورها پرونده داشتن، یا اینکه بنا بوده به آمریکا ارسال فرستاده بشن. اما در مورد آلمان به هر حال هنوز مشخص نیست که دلیل بازداشت این شهروندان دو تابعیتی و همینطور قصد جمهوری اسلامی از بازداشت اونها چی است. اما به هر حال برخی از نمایندگان سابق پارلمان آلمان و نمایندگان فعلی اعلام کردند که این رویه نشون میده که جمهوری اسلامی الان با آلمان هم مانند آمریکا یا دیگر کشورهای اروپایی داره رفتار میکنه و در واقع این رویه هم به نوعی قرار هست در مورد آلمان ادامه پیدا کنه. از این جهت هشدار وزارت خارجه آلمان هم به نوعی مربوط به همین موضوع هست، چون به هر حال بخشی از شهروندان آلمانی، ایرانی آلمانی، ممکنه که با خیال آسوده تری نسبت به شهروندان دو تابعیتی دیگر کشورها به ایران سفر کنند. خب شما اشاره کردیم به گستردگی و روندی که طی شده در بازداشت دو تابعیتی ها در ایران. جوامع بین المللی و کشورهای طرف با این مسئله چگونه باید عمل بکنند؟ به هر حال رویه کشورها متفاوت بوده. برخی از کشورها به نوعی در نهایت با ایران کنار اومدن، یا افرادی که به دلیل تحریم ها بازداشت بودن را مبادله کردن، یا بدهی اون خودشون به ایران را پرداخت کردن، از جمله در مورد دولت باراک اوباما که اصولگرایان از اون به عنوان یک نوع مذاکرات موفق یاد میکنن که وزارت خارجه روحانی هم در اون دخیل نبوده و به تعبیری نهادهای امنیتی این مذاکرات را انجام دادن. به هر حال بخشی از این رفتار شاید باعث شده که جمهوری اسلامی احساس کنه که این رویه رو میتونه ادامه بده. در مورد آلمان رویه متفاوت بوده. به طور مثال وقتی که آلمان در دهه 70 هلموت هوفر بازرگان آلمانی رو بازداشت کرد، این کشور هم اقدام کرد به نوعی حالا یک دامی را برای نمایندگان مجلس یا هیئت‌های از ایران گذاشت و گفته شده که به هر حال فیلم‌هایی از اونها ضبط شد در مورد موضوعات غیر اخلاقی. بله. در نهایت اون فیلم‌ها باعث شد که ایران هلموت کوفر را آزاد بکنه. الان هم گفته میشه به هر حال آلمان یک نفر که به جاسوسی متهم هست برای ایران را تحت پیگرد قرار داده. بله. ولی به هر حال رویه دیگر کشورها متفاوت هست و سیاست واحدی در این باره وجود نداره. سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید.